دوازدهمین روز اسفند ماه برابر با 3 مارچ سال 1225 خورشیدی برابر با 1847 میلادی، زادروز الکساندر گراهام بل، دانشمند انگلیسی و مخترع تلفن که در شهر ادینبرو پایتخت اسکاتلند به دنیا آمد و از آغاز جوانی پیوسته در صدد یافتن راهی بود که بتوان با ناشنوایان گفت و شنود کرد. بل در جوانی با ساموئل مورس مخترع تلگراف دیدار کرد و درباره دستگاه انتقال صدا به تبادل نظر علمی پرداخت. اشتیاق فراوان بل باعث شد تا مورس هر آنچه در آن زمینه می‌دانست در اختیارش قرار دهد و گراهام بل بالاخره پس از مدتی کار و با همکاری دوستش واتسون موفق به اختراع تلفن شد. وی در این حال آزمایشگاهی به نام آزمایشگاه ولتا تأسیس کرد و در آنجا اولین صفحات فونوگراف یا ضبط صوت را با موفقیت تهیه کرد. همچنین فوتوفون، وسیله‌ای برای انتقال گفتار به وسیله امواج نور، و اودیومتر یا شنوایی سنجی از دیگر اختراعات او به شمار می‌آیند. سال 1363 خورشیدی برابر با 1985 میلادی، شروع جنگ شهرها توسط عراق، در جریان جنگ 8 ساله ایران با عراق، با فرارسیدن فصل زمستان و احتمال اجرای عملیات توسط ارتش ایران که در منطقه جنوب در موقعیت مناسب فصلی قرار داشت، زمزمه‌های تازه‌ای مبنی بر احتمال گسترش حملات عراق به نفتکش‌ها و حمله به شهرها و اماکن غیر نظامی آغاز شد. در همین زمان عراق به طور رسمی اعلام کرد که اماکن غیر نظامی ایران را هدف حمله قرار خواهد داد. این تهدید به منزله تشدید فشار بر ایران و در نتیجه گسترش دامنه جنگ بود، چرا که عراق با حمله به نفتکش‌های ایران عملا این کشور را از درآمد ارزی محروم کرد و با حمله به اماکن غیر نظامی فشار روانی اجتماعی مستقیم بر روی مردم و غیر مستقیم بر مسئولین و تصمیم گیرندگان ایجاد می کرد و سبب می شد تا زمینه‌های پایان جنگ به نفع عراق فراهم شود. متعاقب انفجار اولین راکت هواپیماهای عراقی در تهران که کاملا غیر منتظره بود و نگرانی های بسیاری به وجود آورد، برخی از تحلیلگران هدف عراق را از این اقدام وادار ساختن ایران برای دست زدن به یک حمله زمینی زودرس ذکر کردند. در جریان جنگ شهرها خسارات فراوانی به اماکن غیر نظامی وارد آمد و تعداد زیادی از مردم بیدفاع کشته شدند. سال 1278 خورشیدی برابر با 1900 میلادی، در گذشت گوتلیب دایملر، مهندس آلمانی و مخترع موتورسیکلت که حرفه اولیش تفنگ سازی بود و از نوجوانی به کارهای صنعتی علاقه داشت و در این زمینه مطالعات فراوانی کرد تا عاقبت موفق به اختراع موتورسیکلت شد. دایملر ابتدا سیستم تغییر یافته از موتورش را بر دو چرخه نصب کرد و سپس وسیله نقلیه چهار چرخه‌ای را ساخت و به حرکت درآورد و بدین ترتیب نخستین اتومبیل را تولید نمود و پس از آن کمپانی دایملر موتور را تأسیس کرد که بعدها همین کمپانی به ساختن اتومبیل مرسدس بنز مبادرت ورزید.